کشف دو سیاره ابرزمین. اخترشناسان دو سیاره ابرزمین کشف کردند که به دور یک ستاره توی فاصله 33 سال نوری از ما میچرخه. این منظومه به معنای واقعی کلمه توی همسایگی خورشید قرار داره. این دو سیاره خارج از منظومه شمسی دور یک ستاره سرخ کوتوله توی فاصله 33 سال نوری زمین به اسم HD 266-655 مدار میزنن. اسم سیاره های مذکور هم HD 260-655B و HD 260-655C هستش. همراهان تکسون تیوی سلام. اگه شما هم مثل ما علاقه‌مند به دنیای نجوم و اخبار کشف سیارات هستین، با ما همراه باشین تا در مورد کشف دو سیاره ابرزمین صحبت کنیم. ولی قبلش ازتون میخواییم لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از آپلود ویدیوهای جدیدمون هم زنگوله رو روشن کنید. کشف جدید تلسکوپ فضایی تس. به گزارش بیگ بنگ، تلسکوپ فضایی تس ناسا دو سیاره سنگی رو پیدا کرده که به دور یک ستاره کوتوله سرخ نسبتاً درخشان به اسم HD 260-655 میچرخند. سیاره داخلی HD 260-655B نام داره و هر 2.8 روزی یک بار به دور ستاره میچرخه و اندازه اون حدود 1.2 برابر زمینه، اما کمی چگالتر از اون. در حالی که سیاره بیرونی به اسم HD 260-655C هر 5.7 روزی یک بار به دور ستاره خودش میچرخه و 1.5 برابر بزرگتر از زمینه و چگالی کمتری هم داره. چرا سیارات کشف شده قابل سکونت نیستن؟ به گفته محققان، این سیاره ها قابل سکونت نیستن چون خیلی به ستاره خودشون نزدیکن. تابش شدید ستاره سیاره ها رو در معرض دمای بسیار بالا قرار میده و نمیتونن آب مایع رو روی سطح خودشون نگه دارن. بر اساس مدارهای کوتاه این سیارات برآورد میشه که دمای سطحی سیاره درونی 436 درجه سانتیگراد و دمای سیاره بیرونی حدود 286 درجه سانتیگراده. میشل کونیموتو، یکی از دانشمندان سرپرست این کشف، میگه ما محدوده خارج از ناحیه قابل سکونت رو بسیار داغتر از آن میدانیم که آب مایع روی سطح وجود داشته باشه. منظومه تراپیست. هر دو سیاره در بین تمام سیارات فراخورشیدی شبه زمین که تا الان کشف شدن جزء 10 نامزد برتر از لحاظ داشتن اتمسفر قرار دارن. در نتیجه اونها توی دسته یکی از معروفترین منظومه های سیاره ای قرار میگیرن. 7 سیاره تقریبا به اندازه زمین در اطراف ستاره ای به نام تراپیست 1. سیارات منظومه تراپیست و چندین سیاره فراخورشیدی سنگی دیگه در حال حاضر در لیست اهداف رصدی برای جیمز وب هستند. کشف بیشتر و بیشتر سیاره های فراخورشیدی. ناسا با برخورداری از مزیت تلسکوپ جیمز وب میتونه دید بهتری از این سیاره ها رو به دست بیاره. تلسکوپ فضایی جیمز وب به زودی اولین تصاویر دقیق و علمی از این سیاره ها رو به دست میاره. همچنین میتونه اتمسفر این سیاره ها، یعنی سیاره هایی فراتر از منظومه سیاره خورشیدی ما رو دقیق‌تر بررسی کنه و در مورد وجود آب، کربن، مولکول ها و بقیه ساختارها و ترکیب های مهم به ما جواب بده. تا الان دانشمندان بیشتر از 5000 سیاره فراخورشیدی رو کشف کردن که دور ستاره های دوردست در حال گردشن. این فقط یه عدد نیست، بلکه هر یک سیاراتی هستن که خصوصیات منحصر به فرد خودشون رو دارن. دنیاهایی عجیب و در انتظار کشف. به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدواریم براتون جالب و مفید بوده باشه. حالا شما به ما بگین نزدیکترین سیاره فراخورشیدی به زمین کدام است؟ در مورد مه‌های عجیب موجود در غروب تیتان چه چیزی می‌دونید؟ خوشحال میشیم نظرات خودتون رو برامون کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتیم لطفاً لایک کنید و به دوستانتون هم معرفیش کنید. ممنون که با ما همراه بودید.